گروه از ساکنان شهر خوجند برای ساختمان بنا در نزد خانه استقامتشان ممانعت کردند. پس از ظهر روز 16 آگوست باشندگان بنای ششم محله 18 شهر خوجند به سوی بولدوزر یک شرکت ساختمانی سنگ پرتویی کردند تا که درختزار نزد بنایشان را ویران نکنند و حق شهروندیشان پایمال نگردد. عبدالمجید عبداللهیف ساکن کهنسال این محله بیش از 40 سال است که در اینجا به بنیاد باغ مشغول است و سند لازمه را هم دارد. ولی او از ناگاهانه ریشه‌کن کردن چند درختانش خیلی ناراحت گشت. اینجا در 80 بیخ اضافه توت بود. دوننده با هوای، نوستی درخت های میخه دیگه با هوای. همجا بینتا من نیچام هستم. من باز میگه بودون این مشکلی باشم. انواز برشتی که من. اکو حکومت میخواهد که همینجا یک بینای دیگر سازدن. ولی ها. از شما همچون صاحب باغ اجازت گرفتن روزی کنید. هیچی کسی که ده هیچی به امزی من همه تفلان که زخبه. اما یکم با امزی پتکشم دیگه کارزشم دیگه. من هم پیسان رو منجا میشینم تا که من این با وقتا دیگه جایش با اگه جو رویم ما چند روز ماندگی ما آیم اخی چا کنیم. ساکنان میگویند بحث ساختن بنا در اینجا از سال 2013 شروع شده است. آن وقت دیگر بناکاران آمدند ولی در پی ناراضگی ساکنان به ساختمان بنای نو استقامتی دست به کار نشدند. پس از 8 سال باز دوباره این مسئله رو زدند. این نوبت بحث با شرکت ایمان ساختمان جریان دارد. شرکت ایمان ساختمان به گفته باشندگان این محل سال 2021 با دریافت اجازه حکومت شهر خوجند تصمیم گرفت که بنای نه آشیانه سازد. ساکنان میگویند از نزد بنای استقامتی آنها در فاصله 20 متر بنیاد می شود و به اندیشه آنها از نگاه اتیکه زیست ناموافق است. سبب ناراضگی خلق از اون عبارت است که پیش از همه صبح یکمش من خیلی کبود زور بودگی می صبح ویران میکنند. این مسئله اکولوژی یکی از پرینسیپ های کودکسی شهرسازی جمهوری تویسان. غیر از این پیش از زمین یک بنای ساختن ماده چورش بگفته ای که روزگی و خلق گرفته نشدر کار. همین چیز نشد. با سبب های که ما اینجا برای همه بنای ساختن ناروزگی بیان میکردیم همین که کمونیکاسیوی اساسی همین بنایی که اینجا رشاد شدگی همینجا به اینا میشینن. آب، قوه برق و کبرهای اخلاق پرتوهای برق. این همون به کانالیزاس شما پیوست میشدن؟ به کبرهای شما پیوست میشدن؟ یعنی که یک وی اساسیتون باشه تنفیزی نه برای برای مهم برای اسکنگو یک پرابلمی کلوم میشد و یعنی بده. مسئولان شرکت ساختمانی میگویند بجز از رضایگی ساکنان از اکثر مقامات های نظارتی اجازه ساختمان را به دست آوردند. بنا در حدود 700 متر کوادراتی بنیاد خواهد شد و آن از دو درآمدگاه عبارت خواهد بود. عبدالعزیز رؤوفوف رهبر این شرکت میگوید با ساکنان بارها هم صحبت شده برای آبادانی اطراف و شرایط بهتری ساکنان وعده ها داده است ولی ساکنان جواب رد دادند. ساکنان میگویند بارها به حکومت و مقامات های انتظامی مراجعه کردند. اولی همین ماه نسخه دعواهایشان را به پرزیدنت کشور و رئیس مجلس عالی فرستادند و هنوز انتظار پاسخ هستند. نمایندگان مقامات دولتی میگویند ساختمان بنا موافق به معیار نقشه ژنرالی است و مانعگی ساکنان کار را کشال داده ایستاده است. زمین دولت، مالکیت دولت. دولت دونات کیم به ضرور دونات برای استفاده سمرانوگ میتیا 10 سال می 20 سال می همیشه زندگی کتون گاراژ کتون اگرات کدیتون کور فارم دیتون می ها همی رویز نقشه ژنرالی شهر کی همیشه دومشت اسبی اون کی حکومت نمیتونا دولت نمیتونا تامین پوشته قانون براوادان کی دستگیری صاحب کرو کی دا حکومت ما دستگیری نکوسیم من همین تو چو وای میکنی صاحب ملک اوز می پوشیم بوتو سام گذاشته برای شهر بایش می سپرد می سازد 5% وای به میتیا حکومت به وی خونی ساختگیش چون ما وحوا نگوییم. این بار اول نیست که ساکنان محله های مرکز ولایت سوخ به ساختمان بنا در نزد خانه هایشان اعتراض میکنند. اولی همین سال نیز عین چنین حالت در محله 19 شهری خوجند باعث به بیکار کردن قرار شهرداری در مورد ساختن بنای بلندآشیانه گردیده بود. ساکنان ادعا دارند که در چند سال آخر در محله های شهر ساختمان بناهای استقامتی به هم نزدیک و بیرون از معیار خدمت رسانی خوب صورت می گیرد و این به پیدایش مشکلات خدمت رسانی های کمونالی باعث می گردد.
فرزان محمدی، رادیو آزادی شهری خوجند.